در حاشیه 77مین فستیوال فیلم کن از کتاب ما نمیترسیم نوشته ناتالی امیری و دوزن تکال با حضور گلشیفته فراهانی رونمایی شد. کتابی که راوی شهادت‌های زنان فعال سیاسی، اجتماعی و هنرمندان داخل و خارج از ایران است که از تجربه مبارزه‌شون با جمهوری اسلامی و همچنین تجربه زیست و مقاومتشون در تبعید میگن. بخشی از این کتاب هم مربوط به شهادت گلشیفته فراهانی است. در این نشست گلشیفته اشاره کرد به اینکه وقتی از ایران خارج شده بود فکر میکرده که بازیگری براش تموم شده. از اون درباره حضور بازیگران زن فیلم محمد رسولوف در کن و خروجشون از ایران پرسیدم. زبونم بند میاد. من واقعا وقتی که میبینم کسایی که میرسن به این طرف آب و با چقدر درد میرسن، خورد میرسن، به خصوص این بچه ها که تقریبا پیاده از مرز رد شدن، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که بگیرم در آغوشم و بگم که یک خورده صبر باید کرد، دوران سختی خواهد بود ولی میگذره. ما هممون میدونیم از این پل رد شدیم، خورد شدیم، پودر شدیم، خاکستر شدیم، ولی هنوز زنده ایم، هنوز هستیم. خیلی من متاثر میکنه اصلا بودن محمد و حالا این بچه ها. اصلا باور نکردنیه که با خودم میگم الان اینا میخوان اون چیزی که من 16 سال پیش زندگی کردم و الان زندگی کنن. دلم خورد میشه واقعا، ولی میدونم که بلند میشن. گلشیفته فراهانی باور داره که هنر قدرتمندترین راه مبارزه با حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور در تمام جهان است. او معتقد بود که هنرمندان ایرانی خارج از کشور و در فضای آزاد راهی جز متحد بودن ندارند. امروز روز چیزی که فکر می‌کنم برای هنرمندای دنیا که در دنیای آزادتری دارن زندگی می‌کنن، ما اصلاً نمی‌تونیم متعهد نباشیم، برای اینکه انقدر درد در دنیای امروز وجود داره و هنر و فرهنگ و حتی ورزش فکر می‌کنم این سه تا نیرویان که می‌تونن جلوی قدرت وایسن. قدرتشون از حکومت‌ها بیشتره. هنر در سالیان سال میمونه، حکومت ها میان و میرن. ما شعرهایی که داریم الان از شاعرامون از قرن 11 قرن 13 اینا مونده، ولی حکومت ها اومدن و رفتن. بنابراین هنر و فرهنگ از هر نیروی قدرتمندتره و امروز فکر میکنم آره هنرمندای دنیا نمیتونن ساکت باشن. از گلشیفته درباره آینده سینمای مستقل و زیرزمینی ایران هم سوالی پرسیدم. من فقط امیدوارم که سینما زنده بمونه و به هر حال فرهنگ و هنر در ایران در تهاجم مغول، در تهاجم عرب زنده مونده. ما زبانمون رو نگه داشتیم در صورتی که تمام این کشورهایی که عرب بهش حمله کردن زبانشون از دست دادن و امیدوارم که همچنان این آتش فرهنگ، شعر و هنری که ما داریم در ایران روشن بمونه و حرف دیگه‌ای نمیتونم بزنم. امیدوارم که و میدونم که هنر از هر قدرتی قدرتمندتره. برای همینه که انقدر این حکومت به این جلادی و به این قدرت انقدر از هنرمندا میترسن. وقتی توماج رو به اعدام محکوم میکنن ببینید چه ترسی اونا دارن. اون ترسی که ما فکر میکنیم ما از اونا داریم، اونا چقدر میترسن. اتفاق دیگر مهم امروز در کن فرش قرمز و نمایش فیلم دانه انجیر معابد است که بعد از ظهر ساعت 3 به وقت اروپا روی پرده سینمای لومیر می‌رود. فیلمی بلند که بیشتر از 2 ساعت است و مربوط به فردی به نام ایمان که قاضی دادگاه انقلاب است و در اوج اعتراضات ایران اسلحه اش را گم می‌کند اتفاق می‌افتد. فیلمی که بسیاری امروز در کن در انتظار دیدن آن هستند. کیمیا قربانی، کن.